روزنامه های اسپانیا صبح روز دوشنبه در حالی از شکست حزب سوسیالیست این کشور در انتخابات شوراها خبر دادند که اعتصاب سراسری در مادرید همچنان ادامه دارد. برنامه های اقتصادی دولت سوسیالیست اسپانیا طی ماه های اخیر منجر به کاهش محبوبیت این حزب شده، اما برخی شهروندان کاهش میزان آرای حزب حاکم را به معنای تصمیم همگانی برای رد مهمترین حزب اسپانیا نمی دانند. نمی توانم نتیجه را بپذیرم، چرا که تعداد زیادی از مردم اسپانیا در انتخابات شرکت نکردند. بر اساس نتایج نهایی اعلام شده، حزب سوسیالیست اسپانیا به رهبری خوزه لوئیس زاپاترو نخست وزیر این کشور تنها توانسته 27% آرا را از آن خود کند. این در حالی است که حزب محافظه‌کار مردم اسپانیا که حزبی دست راستی محسوب می‌شود با کسب 37% آرا پیروز این انتخابات شد. همچنین گزارش حاکی از آن است که ساکنان نواحی شمال شرق، شمال غرب و جنوب اسپانیا در این انتخابات شرکت نکردند. آقای زاپاترو نتیجه انتخابات را منطقی عنوان کرد و گفت دهندگان در پی تنبیه حزب حاکم هستند. ماریانو راخوی رهبر حزب مردم پس از این پیروزی گفت: ما بهترین نتیجه را در تاریخ انتخابات شوراهای شهر در این کشور به دست آورده ایم و آن را حفظ می کنیم. این پیروزی به حزب محافظه‌کار مردم این امکان را می دهد که اداره شهر بارسلونا را که پایگاه سوسیالیستا محسوب می شد در اختیار گیرد.